با درود خدمت دوستان عزیز، میخوام این دفعه در مورد یه سری مسائلی که در واقع نوعی گره های اجتماعی هست و باعث انحراف حرکت های اجتماعی میشه و ما در بسیار موارد وقتی این حرکت ها رو میبینیم که تحت تأثیر اون مسائل و اون گره ها هستن، دوچار خطا در تحلیل و نگاه دقیق علمی میشیم. این مدتی هست که ما میبینیم در تظاهراتی که و اعتراضاتی که از طرف مردم صورت میگیره، یه عده‌ای، حالا نمیگم همه، ولی به هر حال یک عده‌ای شعارهای خاصی به نفع یک جریانات و یا افراد خاصی میدن، شعارهایی میدن. این شعارها و این نوع در واقع برخورد با اعتراضات مردم که در تمامی موارد در واقع در بطن خودش یک حقیقتی رو داره و در واقع حق رو به مردم میده، به خاطر اینکه مردم الکی دنبال یک مسئله و درد سر نمیرن، احتمالاً یک نواقصی هست، یک سری مشکلاتی هست که مردم اعتراض میکنن و خواسته هاشون رو به نحوی بیان میکنن. ولی یه عده‌ای حتماً توی این تظاهرات پیدا میشوند که یک سیاست خاصی رو دنبال میکنند، یک جریاناتی رو در واقع از بستر و زمینه مناسبی که اون اعتراضات فراهم کرده استفاده میکنند و سیاست خاصی رو پیش میبرند و افراد خاصی رو مطرح میکنند. مثلا ایده‌ای که خواهانه بازگشت سلطنت در ایران هستند یا کسایی که احتمالاً شعارهایی به نفع مثلا مجاهدین میدن. ببینید، مردم هم به خاطر ناراحتی و مخالفتی که با بعضی امور دارند، حالا این مخالفت ها یا ریشه‌ای و بنیادی است و خواهان تغییرات بنیادی هستند، یا اینکه در مورد چند تا مسئله مشخص مثلا اعتراض دارند، اینها به خاطر اینکه در واقع به نوعی عقب نیفتند از بعضی شعارها، و یا دقیق‌تر بگم برای اینکه مخالفتشون رو ابراز بکنند و طبق گفته اون شادروان احمد شاملو حافظه تاریخی هم ندارن، یا اگر دارن بسیار ضعیف هست، خب ممکنه به دنبال شعارهایی که مطرح میشه اونها هم صدایی داشته باشن، هم نوایی داشته باشن و مسائلی رو مطرح بکنند. ولی به باور من
برخوردها از طرف اون تظاهر کننده ها و اعتراض کننده ها اصالت چندانی نداره. اون چی که اصالت داره اون خواسته های بنیادی است که منشأ نارضایتی است، یعنی اون نواقص واقعی که وجود داره. شعارهایی که داده میشه به خاطر اینکه هیچ جریان و سازمان منسجم و مشخص و برنامه مشخصی پشت این اعتراضات نیست و اعتراضات اکثرا خودجوش هستن، به همین علت این شعارها مطرح میشوند و گاهی هم نوایی هم به وجود میارند. در واقع خواست مردم برای حرکت و اعتراض اون شعارها نبوده، نواقص بوده، نیازهای واقعی جامعه بوده که اینها در واقع باعث شده که مردم حرکت بکنن و اعتراضی رو بیان بکنند. شعارها در جایی که حزب، تشکیلات منسجم، سندیکای خاص و جریان خاصی به طور یک پارچه و برنامه ریزی کننده پشت این جریانات نیست، معمولا این شعارها به صورت دفعتن اتفاق می افتند و تحت تأثیر دیگرانی که احتمالاً افرادی که این شعارها رو مطرح می کنند تحت تأثیر اونها بیان می شه. و اما بگم که اون افرادی که چنین شعارهایی رو مطرح می کنند اینها موج سوارانی هستند که اکثرا در مواقع حساسی کاملا ساکتن و سردمدارانشون در واقع شاید بتونم بگم خفقان گرفتن و حرفی نمیزنن در یه شرایط خاص، ولی وقتی که مردم میان توی خیابون اونها میان و سعی میکنن که سوار موج اعتراضات مردم بشن و در واقع اصطلاح خره خودشون رو به پیش ببرن و این به اعتقاد من یک خیانت بزرگ به حرکت مردم و جنبش مردم است. در واقع همین موج سواری است و سوء استفاده از اعتراضات و حرکت مردم است که باعث میشه این اعتراضات در واقع سرکوب بشند و مردم تداوم نبخشند به این حرکت ها و به یه جایش نرسونند، یعنی در واقع از خواستهای خودشون بگذرند و صحنه رو ترک کنند. چرا؟ به خاطر اینکه اون افراد موج سوار، اون جریانات موج سوار میان و زمینه سرکوب اون اعتراضات رو فراهم میکنند. بعدم سر صدا میشه که بله زدن، کشتن، چی کردن، چی کردن. خب درست، زدن و کشتن و اینها کار هیچ حکومت دموکراتیک و مردمی نیست، این واقعیت. ولی باید این رو باور کنیم که بخشی از این اتفاق مسئولیتش به گردن همون موج سوارا هست و اونها در واقع به مردم به چشم یک ابزار نگاه میکنند.
من گفتم اصالت ندارن این نوع شعارها در تظاهراتی که بدون سازمان هستن، بدون برنامه هستن، اینها اصالت چندانی ندارند. چرا؟ به خاطر اینکه این تحت شرایط هست، تحت جو و فضایی که ایجاد میشه، حتی در ابعاد بسیار بسیار بزرگتر هم ما شاهد تأثیر جو و جوسازی روی تودهای مردم هستیم، شاهد هستیم چنین چیزی رو. در انقلاب بهمن 57 مردم واقعیت اینه که به طور یک پارچه جمعیت عظیم مردم، میلیون ها انسان فریاد می زدن مرگ بر شاه. خب این به خاطر وجود شرایط و جو خاص در اون موقع بود و تحت تأثیر یه سری واقعیت‌های اجتماعی، در واقع نوعی تطابق وجود داشت بین جوی که ایجاد شده بود و خواست واقعی مردم که سرنگونی حکومت شاه بود. چرا این انتباق اتفاق افتاد؟ برای اینکه بسیاری از تظاهرات در اون زمان سازماندهی شده بود و جریان و جریانات خاصی دقیقاً اونها رو برنامه ریزی کرده بودن، این شعارهای خاصی رو مطرح کرده بودن و این شعارها در جامعه جا افتاده بود، پذیرفته شده بود. امروز بخشی از همون مردم یا فرزندان اون مردم که شعار مرگ بر شاه میدادن و خواهان سرنگونی شاه بودن، امروز دو مرتبه به یاد دوران طلایی شاه افتاده. خب این بخشش برمیگرده به اینکه حافظه تاریخ ضعیف است یا اصلا مختل شده در بخشی از جامعه ما و دلایل دیگه ای هم داره. عمل کرده جریاناتی که بعد از اون رژیم روی کار اومده، خب اگر عمل کرده یک جریان سیاسی که میاد حاکمیت رو به دست میگیره، این عمل کرد مثبت باشه و همواره تودهای مردم رو همراه خودش داشته باشه، اون جریانات که میخوان موج سواری بکنن هرگز موفق نمیشن. کی موفق میشن؟ وقتی که حاکمیتی که مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع اعتراض هست، اون ناتوانیش رو به مردم نشون داده باشه در امور مختلف. خب بهترین کار چیه؟ اگر یک حاکمیتی مردمی باشه، در درجه اول به ارتقاء فکری و ذهنی مردم خودش فکر میکنه، سعی میکنه کار بکنه که مردم در انتخابشون و در بیان خواسته هاشون دچار خطا نشند و
و احتمالاً فاجعه‌ای به بار نیارند. خب، ولی اگر چنین تعهدی نداشته باشه و فقط به فکر حاکمیت خودش باشه و تثبیت قدرت خودش، اصلا براش مهم نیست، فقط میخواد خودش رو حفظ کنه. حالا هر روز هم یک بهانه‌ای برای این مسئله داره. یعنی من در واقع تفاوت چندانی بین دو گونه فرصت طلبی، چه از طرف حاکمیت چه از طرف اپوزیسیون به اصطلاح، تفاوت چندانی نمی‌بینم. ماهیت هر دو به گونه یکی است. وقتی که مردم ملعبه قرار بگیرند، و نقش ابزاری داشته باشند، همین میشه. در واقع این مردم نه رشد سیاسی میکنن، نه جهت درست سیاسی دارند، فقط نگرانی هاشون رو به صورت یک حرکت های آنارشیستی و ماجراجویانه و حرکت های قهری نشون میدن. از اون طرف ها که میادن بعدش نمیاد که این حرکت ها در واقع حالت تخریبی داشته باشه. حاکمیت هایی که باور نسبت به مردم خودشون ندارن و در واقع مردم براشون بیگانه هستن، اینها از اعتراضات آرام مردم ناراحتن. چون اعتراضات آرام و بدون دردسر و کم هزینه باعث میشه که نیروهای بسیار زیادی پشت این اعتراضات قرار بگیرن. و حاکمیت هایی که در واقع در جای واقعی خودشون نیستند، و اعتماد به مردم، تکیه به مردم ندارن، اونها این نوع اعتراضات آرام رو بر نمیتابن. و سعی میکنن این اعتراضات به گونه ای خشن بشه تا امکان سرکوبش وجود داشته باشه. هر دو طرف در واقع، هم اپوزیسیون هم حاکمیت، سعی میکنن از حوادث و رخدادها به نفع خودشون استفاده کنن و اونها رو به نفع خودشون مصادره کنن. واقعیت اینه که این راه میتونه منجر به فروپاشی یک اجتماع بشه. و دلسوزان یک جامعه هرگز نبایستی به چنین امری گردن بگذارند. بایستی فکر اساسی بکنند. اگر احزاب در کشور ما آزاد باشند به طور واقعی و امکان ابراز نظر و تظاهرات و اعتراض وجود داشته باشه، هرگز سلطنت طلب و مجاهد
اصلا امکان حضور پیدا نخواهد کرد. من باور نمی کنم و دقیقا این بر اساس برآوردهای درست و دقیقی هست که صورت گرفته که مجاهدین هیچ جایگاهی در کشور ما ندارند، هیچ جایگاه مردمی ندارند. سلطنت طلب ها هم همینطور. نگاه نکنید به این شعارهای سطحی و تحت تاثیر یه سری جفسازی ها و احساساتی گری ها. مردم خواسته و نیازهای خودشون را دارند، مردم مشکلات و مسائل خودشون را دارند. جوان 20 ساله، 18 ساله، کمتر یا بیشتر، اینها چه آگاهی و چه درکی نسبت به دوران قبل از انقلاب دارند؟ ولی میان گاهی شعار به نفع یه فرد خاص یا جریان خاص میدن. این مطمئنن تحت تاثیر یک جفسازی ها و شعارهای انحرافی هست که برخی موج سوار که عرض کردم میان مطرح میکنن، دقیقا تحت تاثیر اون هست. من با بسیاری از اینا صحبت میکنم، از ایشون میخوام توضیح بدن که شما بر چه اساسی چنین شعارهایی رو مطرح میکنید. هیچ جواب منطقی ندارن، هیچ جواب. فقط میگن دوران طلایی شاه. اینا خبر ندارن که من خودم به نوعه به خاطر یک کتاب، کتاب صمد بهرنگی، به خاطر یک کتاب که الان فتح فراغون تو بازار هست، همین نوع کتابی هست، کتاب چپ و راست و نمیدونم هرچی دلتون بخواد تو بازار هست، در دوران قبل انقلاب من به خاطر یک کتاب، کتاب کودکان، 6 ماه رفتم زندان. دوران شهر تا 100 امروز هم آزادی نبود. من نمیگم کی بدتره کی بهتر، اصلا اینه نمیگم، شرایط امروز اقتضا میکنه که اینجور باشه، یعنی دیگه نمیشه کنترل کرد خیلی چیزا رو، ولی واقعیت اینه که شاه که میتونست کنترل بکنه کنترل میکرد، اجازه نفس کشیدن به کسی نمیداد. یادمون نرفته. ولی این جوانایی که میان به نفع کی و کی شعار میدن، اونو چه آگاهی دارن، چه اطلاعی دارن؟ پدرانشون وقتی حافظه ضعیفی داشته باشن و هیچ درک علمی و درستی نداشته باشن، خب شرایط امروز رو میبینند که هر روز یک فاجعه، یک اتفاق، یک مشکل. خب یاد اون روزا میفتن دیگه، فیلشون یاد هندوستان میکنه.
و اینا همش مسئولیتش به گردن حاکمیت هست. حاکمیت بایستی اگر صداقت دارد هوشیار باشه، برنامه‌ریزی درست بکنه، به فکر مردمش باشه. حکومت کردن بر مردم آگاه و هوشیار و مسئولیت پذیر، مردم قدرتمند، صاحب اراده و حاکم بر سرنوشت خود، حکومت بر چنین مردمی افتخار بسیار بزرگی است. حکومت کردن بر مردم سرکوب شده، مردم ناآگاه، مردمی که تحت تأثیرش جو و شعار و اینها قرار میگیرن و هر لحظه به رنگی مردم احساساتی، حکومت بر چنین مردمی هیچ افتخاری نداره. اینو میخوام بگم، حکومت تأثیر بسیار شگفت‌انگیز و ژرفی داره در این مورد که مردم ساختار ذهنشون چگونه باشه، چگونه حرکت بکنن، چگونه انتخاب بکنن و رشدشون چگونه باشه. اگر ما مردم احساساتی داشته باشیم و کمتر عقل و اندیشه سوار بر حرکت‌های اجتماعی نباشه و یک جریانات موج سوار بتونن سوء استفاده بکنن از همین احساسات مردم و از ناآگاهی مردم، تقصیر مستقیمش با حاکمیت. حاکمیت اگر احزاب رو آزاد بگذاره، ایده های مختلف رو آزاد بگذاره، مخالفت رو آزاد بگذاره و نترسه از مخالفت، به مردم خودش اعتماد کنه، این احزاب و این جریانات واقعی که از دل اون مردم زاده میشند، برمیآیند و بالنده میشند، اون جریانات خودشون اصلاح کننده جریانات هستند، از جریانات اجتماعی، حرکت اجتماعی. احزاب یکی از وظایف مهمشون کنترل حرکت های اجتماعی است و سمت درست دادن به اون حرکت هاست. اگر چنین احزاب واقعی برآمد از دل مردم وجود نداشته باشند، حرکت های مردمی، حرکت های آنارشیستی، هیجانی و ویرانگر خواهد بود و این در درجه اول دودش به چشم همون حاکمیت میره و مورد سوء استفاده دشمنان اون مردم متاسفانه. ما نمیخوایم از تاریخ به دست آورده بشری اونطور که باید استفاده بکنیم.
حاکمیت هایی که تکیه بر مردم خودشون ندارند و مردم رو بر نمیتابند، مردم رو دشمن خودشون میدونند، مردم رو غریبه میدانند. این حاکمیت ها یا به بدترین شکل فرو خواهند پاشید یا برای جلوگیری از فروپاشی خودشون مجبورند چه طوق بندگی بیگانه و دشمنان اون جامعه رو به گردن بگذارند. این در تاریخ همیشه و همیشه به اشکال مختلف تکرار شده، ولی این مضمون یگانه ای داشته. اگر یک حاکمیتی دموکراسی رو در جامعه خودش گسترش بده و نهادینه بکنه، اگر به مردم خودش اعتماد کنه، هیچ قدرتی نمیتواند اون مردم رو فریب بده. و اون حاکمیت متکی بر مردم رو هیچ قدرتی نمیتواند سرنگون کند. باید بهانه ها رو از دشمن گرفت مسائلی مثل مداخله در سوریه و عراق و اینها این میتواند تبدیل بشود به یک خواست عمومی مردم در یک فضای دموکراتیک. وقتی برای مردم توضیح داده بشود که ضرورت دارد ما در سوریه برویم و با داعش بجنگیم تا خطر از مرزهای ما دور بشود، این واقعیت و این اصل بایستی مورد باور مردم قرار بگیره. مردم تا زمانی که مورد اعتماد نباشند و ابزاری باهاشون برخورد بشه، به چنین باور مهمی نخواهند رسید. حاکمیت رو دشمن خودشون میدونن. قدرت نیروهای نظامی رو بر نمیتابند، در حالی که مردمی که مورد باور اعتماد حاکمیت باشند و ابزاری باهاشون برخورد نشه، به قدرت نیروهای نظامی خودشون افتخار میکنند. این یک واقعیت است که آمریکا دشمن ماست، اسرائیل دشمن ماست و خواهان فروپاشی کشوری به نام ایران هست. اصلا بحث جمهوری اسلامی اینها نیست، اینها مخالف قدرت گرفتن کشوری به نام ایران هست.
حالا با هر رژیم. در واقع خطر بزرگ همینه. تنها نیرویی که میتونه با اونها مقابله کنه نه موشک ها، نه تانک ها، نه هواپیما ها، چون اونا خیلی بهترشو دارند، خیلی پیشرفته ترشو دارند. تنها نیرویی که میتونه با دشمن مقابله کنه و حافظ بقای کشوری به نام ایران باشه مردمند. پس در مقابل مردم قرار نگیرید، با مردم باشید. مردم اعتماد کنید، به مردم دروغ نگویید، خودتون رو خادم واقعی مردم بدانید، نه در شعار، در واقعیت. بیایید همه اونایی که عاشق سرزمینی به نام ایرانند دست به دست هم بدیم، و از کشورمون، از مردممون، از آیندمون در مقابل دشمنان داخلی و خارجی دفاع کنیم. من در مورد قاسم سلیمانی دفعه پیش صحبت کردم، قاسم سلیمانی حتما و حتما کار بزرگی کرده در زندگیش، که این میلیون ها میلیون انسان اینطور به خاطرش حرکت کردن و تشییعش کردن. حتی مخالفین جمهوری اسلامی، همه گروه ها و کسانی که دل در گروه عشق سرزمینشون داشتن در این تشییع به گونه ای شرکت کردن. میلیون ها نفر مردم ایران بودند، این از کره مریخ که نیامده بودند. به این مردم اعتماد کنید و بیاید درست بررسی کنید، ببینید که مثلا من چرا قاسم سلیمانی رو با فرصت طلب ها و اونایی که نگاه ابزاری دارن به مردم متفاوت میبینم؟ خاطر این که اون جونش رو گذاشته بود کف دستش و
و دور از وطنش داشت از وطنش دفاع میکرد. به این دلیل با کی؟ با داعش داشت مبارزه میکرد. داعش نرفته بود با یک جریان انسانی و یک جریان مردمی، با یک جریان عدالت خواه و آزادی خواه مبارزه کنه. رفته بود با داعش مبارزه میکرد. به این دلیل من اون رو فردی مثبت می‌دیدم برای سرزمینم، به خاطر سرزمینم، نه به خاطر چیز دیگه. قاسم سلیمانی آدمی بود که خودش رو ولایی می‌دونست و به هر حال یک نگاه خاصی داشت. این نگاه خاص ممکن بود در مواردی با من کاملا متفاوت باشه، با دیگری با دیگری با دیگری خب متفاوت باشه مهم نیست. اصل اون نتیجه است که حرکت اون برای کشور من به بار آورده. ما باید مسائل رو این گونه بهش نگاه کنیم. حرکت و وجود قاسم سلیمانی و مرگش نه برای حاکمیت، نه برای اپوزیسیون، نبایستی یک اتفاق ابزاری قلمداد بشه. ما بایستی به مردم برگردیم. عرض کردم ما برای مقابله با توطئه‌ای که علیه کشورمون هست، توطئه‌های عجیب و غریب و چندگانه، برنامه‌هایی برای فروپاشی و اضمحلال سرزمینی به نام ایران میخوان ما رو از صحنه روزگار محو کنن. و احتمالاً هر گوشش رو بدن دست یکی از همین افرادی که خیلی ظاهرن تو غرب نشستن و برای سرزمین ما نقشه میکشن و سینه میسوزانند برای مردم، در حالی که به اعتراف خودشون پولشون از عربستان و آمریکا و اسرائیل و اینها میگیرند. آخرشون پیش دشمنان ماست. خب برای جلوگیری از این مسائل تنها راه رجوع به مردم است. باور کردن مردم، اعتماد کردن به مردم و مبارزه کردن با خائنین داخلی و خارجی قاطعانه. قاطعیت رو بایستی اگر شهامت داریم، اگر صداقت داریم، بایستی قاطعیت در مقابل دشمنان واقعی این مردم داشته باشیم، نه در مقابل مردم. در مقابل کارگران، معلمان، مردمی که گرانی، مشکلات داری دیوانشون میکنه، بیکاری هست،
فساد هست، مواد مخدر هست، چی هست، چی هست، چی هست، چی هست. و بالاتر از همه دروغ و تبعیض. و جلوی راندخاری ها گرفته بشه، جلوی تبعیض ها گرفته بشه. میشه گرفت، چرا نمیگیرید؟ اینجا وطن ماست. من شعارهایی مثل سرزمین اهورا یا نمیدونم این حرفا رو هم نمیدم. نه، نه، این مردم از زندگی انتظار شادی دارن، انتظار خوشبختی دارن. حادثه پشت حادثه، فاجعه پشت فاجعه، درد پشت درد. که نشد زندگی، به مردم باید برگشت، به مردم باید برگشت، تا همین مردم، نه در شعار، نه در مشت محکم به پوزه این اون زدن، نه در لافهای علکی و حتی فریبکارانه و مشکوک، تا این مردم به طور واقعی از کشورشون و سرزمینشون و دینشون، اگر شما نگران دین مردمی، از همه هویتشون، همه هستیشون، هستی مادی و معنویشون، هر دو بیستند و دفاع کنند و فریب جریانات موج سوار و فریب کار و وابسته به بیگانه رو نخورند. وقتی من و تو به مردم اجازه نمیدیم، مردم رو باور نداریم، خودمون رو قیم مردم تصور میکنیم، خب این ماییم که مردم رو هل میدیم توی دامن دشمن. کارو نکنیم، تا دیر نشده، تا دیر نشده به دامن این سرزمین و این مردم برگردیم. Oh,